الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. از اینکه سوره یاسین دیشب تمام شد، این چند شبی که از این ماه باقی است و از این مجلس باقی است، این مطالبه که جنبه حقوقی داره، یعنی حقوق مردم بعضی بر بعض دیگر، در شبهای گذشته یه آیه های مناسبی نبود که در حول حوشش این مطالب را عرض کنم. حالا انشاءالله این چند شبی که باقی هست در این موضوعات عرایز مختصری را حضورتون عرض میکنم. و قبل از آنی که وارد مطلب بشم، فقط به عنوان یادآوری عرض میکنم که این چند شب را قدرش بدونید. این چند شب از ماه رمضان و این چند شب از این مجلس را انشاءالله فرصت را در این شبها غنیمت بشمارید. و قضا ربک، حکم فرمود خدا، خدای تو که به غیر از او کسی را عبادت نکنید. پشت سر این کلمه و بالوالدین احسانا، یعنی خدا حکم کرده که نسبت به والدین خوش رفتاری کنید. کلمه احسانا یعنی خوش رفتاری. این یک مطلبی است که شامل مطالب خیلی زیادی میشه که آدم وقتی که فکرش بکنه میبینه که واقعا زیاد مطلب گنجایش داده شده در این کلمه احسانا. اینها وقتی که انسان به بلاد غیر اسلامی بره، این معنای این آیه ها را اونجا میفهمه. شیخی بود اهل قم، رحمت خدا رفت، این رفته بود آلمان، حدودای 30 سال بیشتر میشه، 30 سال قبل، در اون شهر هامبورگ اونجا بود و اومد عراق. ما عراق بودیم و بعدم اومد ایران و همینجا قم و بعد هم شدیم که رحمت خدا. این مطالبی را از آلمان نقل میکرد که برای ماها اون وقت خیلی تماشایی و خیلی شنیدنی بود. میگفت که یه روز در آلمان مدیر یه بیمارستانی به من تلفن کرد که یه مریضی هست در بیمارستان میخواد شما رو ببینه. گفت منم پاشدم رفتم بیمارستان و دیدم یه پیرمرد آلمانیه و این مریض است. و خب بالا بردم توی اتاقش، بفرماد آقا چه کار دارید؟ گفت میخوام مسلمون بشه. چطور شده حالا شما این آخر عمری اونم مریض و تو بیمارستان در فکر اسلام افتادی؟ گفت که من آلمانیم، اهل این آب و خاکم، این تختایی که مریضایی که روی این تختا خوابیدن اینا اشخاص غریبن، شاید مثلا ایرانی بودن اون چند تا مریض. هر روز وابستگان اینا، زن و بچه هاشون، رفقاشون، فامیلشون میان دیدن این مریض و دورش میشنن و میگن و میخندن و مثلا شیرینی میارن، میوه میارن که این مریض که اهل اینجا هم نیست احساس به غربت نمی کنه. اما من تو این شهر زن دارم، بچه دارم، پسر دارم، دختر دارم، نم چی دارم، اینا یه مرتبه نیمدن سراغ من ببینن من در چه حالی هستم. و من از این که دین اسلام امر کرده به این اخلاقیات که عیادت مریض بکنید و این مسلمان ها میان به دیدن این مریض ها،
از این صفت اسلام و از این حکم و قانون اسلام که قانون انسانیت و قانون اخلاقیه، من خوشم آمده، اسلام رو دوست داشتم، میخوام مسلمان بشم. گفتیم خب فعلا اونی که از تو پیرمرد و فلان اینا خواسته شده، فعلا شهادتین را معناش بهش فهموندیم و شهادتین را بر زبان جاری بکن، حالا تا ببینیم بعدها اگر مثلا نمازی روزی چیزی بقیه احکام را بهت بگیم. آخر پیرمرد و مریض و حمد سوره عربی یاد دادن بهش که آسون نیست، نماز و وضو و اینا را اجمالا خیلی خوب. بعدن هم این مدیر بیمارستان و اون اداره بیمارستان را طلبید و اومد و اومدن و گفت که من مسلمان شدم غرض به طور رسمی و اگر من مردم جنازه من در اختیار این آقاست که مثلا ببره غسل بده، کفن کنه، دفن کنه، هرچی براسم اسلامی هست در بدن من جاری کن، در جنازه من جاری کن. خیلی دیگه ما هر چند وقتی مرتبه به این مریض سر میزدیم و یه روزم مدیر بیمارستان به ما تلفن کرد که بیا این مریض حالش خراب. رفتیم دیدیم بله تقریبا در حال احتضاره. خیلی نشستیم کنار تخت او، اومدن خبر دادن که پسر این آقا اومده. گفتم لابد حالا این پسره میاد، چه گریهی، چه شار و شیونی را میاندازه، چه یخهی چاک میزنه لابد که ببینه پدرش مثلا در حال احتضاره. دیدم اومد مرد حسابی، اومد و دید که باباش داره جون میکنه، رو کرد به من گفت که من شنیدم که پدرم مسلمان شده و وصیت کرده که بدن او، جنازه او در اختیار شما باشه. گفتم بله همچینه. من حالا میخواستم به این سرسلامتی مذهب دلداری بدم، مثلا حالا سب میکنه لابد. گفت که اینجا یک کمپانی هست، یه ادارهی هست، اینا بدنهای مرده ها رو میخرن برای کالبوچه کافی تشریح به قول عراقی ها. میشه شما بدن بابا ما بدید من بفروشم به اونا؟ گفتم نه نمیشه، چون اسلام اجازه این حرفا رو نمیده و باید غسل و کفن و دفن و اینا بشه. گفت آخر من بهشون قول دادم، هنوز بابا نمرده، اون قول داده اونجا، من به اینا قول دادم. گفتم نه خیلی معذرت میخوام، ببخشید. گفت منم خیلی متاسف هستم، خدا حافظم. این پسر صبر نکرد، این باباش میمیره، چه کارش میکنیم، کجا میبریمش؟ اینا را آدم وقتی که ببینه و امثال اینها، اون وقت آیه و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا خوب معنا میشه، معنا ظاهر میشه. اونم شش جای قرآن خداوند عالم راجع به والدین، احترام والدین و اینکه حالا مخصوصا گاهی میشه که اولاد مقامش بالا میره، بابا یا مادر، پدر و مادر مثلا از نظر فرهنگ، از نظر قرآن آدم های عادی هستن. خب حالا یه پدر و مادر بی سوادی بودن، من که پسرشونم دکتر شدم، من کجا اونا کجا؟ اینا سواد خوندن و نوشتن اصلا بلد نیستن، من دکترم، من مهندسم، من استاد نمیدونم کجا هستم دیگه، اینا رو آدم حسابشون نمی کنم. نه، شما هر چه بالا برید باز اصل شما از این دوتاست، از این پدر و مادره. هر اندازه شما شخصیت و ثروت پیدا کنی، باز اون مطلبی که قابل انکار نیست این است که این موجودی که اسمش مادره، این از برای خاطر شما 9 ماه احساس سنگینی کرده که همینطور آهسته آهسته شما جنین و اون ادوار جنین را طی کردید و ای بار این مادر سنگین تر شده.
بعد هم در اثر ولادت این مادر مرگ را به چشمش دیده از شدت درد. بعدن هم که شما متولد شدید با چه مهربانی و با چه محبت و رأفتی شما را بزرگ کرده، هر چه بیخوابی و بدخوابی کشیده در اون خواب شیرین من و شما گریه کردیم، مادر را بیدارش کردیم، چیه؟ شیر میخوری. یا اینکه فرض کنید که مریضه، نمیدونم تب کرده، دلش درد میکنه، نم سرخک کرده، زردک کرده، چکار کرده، مادر خواب شیرین را بر خودش حرام میکنه، بیاد بینه که بچه‌م چرا گریه میکنه، چرا بدخواب شده. اون بشره، اون پدر و مادرم که تا زنده هستن 100 سال هم عمر بکنن، هیچ وقت محبت اولاد از قلبشون بیرون نمیره، تا اون دم آخر عمرشون بچه هاشون دوست میدارن. پس این پدر، این مادر، بعدن آقا شمایی که رسیدی به مدرسه و این همه سال گفت که رخت و لباس و کتاب و قلم و اینا رو بردی، اینا رو از کجا بردی؟ این پدر بود که میبرد شما رو برات کفش تهیه میکرد و لباس و قلم و دفتر، او شما رو به مدرسه برد که حالا شدی دکتر، شدی مهندس، شدی میلیونر، هرچی شدی. این اسلام میگه شما مدیون این دوتا هستی، مدیون این پدر و مادر هستی. حالا دین، اون دینی که هست، این دین اخلاقیه، نه اینکه یه پولی قرض کردی باید من از یه نفر 10,000 تومن قرض کردم میام 10,000 تومن بهش میدم خدا حافظ، دیگه حسابی با هم نداریم. اینجا دین مالی نیست، دین اخلاقیه. شما اخلاقا مدیون این دو موجود هستی، این دوتایی که اسمشون پدر و مادر است. ولهذا اما یبلغن عندك الکبر احدهما او کلاهما، هر دوشون حسن، یکیشون اینا پیر شدن. اونم چند شب قبل یادتون باشه که و من نعمره ننکس و فی الخلق، مخصوصا اگر هم یه عضوی از اعضاشون رو از دست بدن، نعوذ بالله، چشمشون، دستشون، پاشون، عاجز از راه رفتن باشن، عاجز از مثلا دیدن باشن، عاجز از کسب و کار و تحصیل رزق و معاش اینا باشن، حالا اینا یک عمر این درخت را آبیاری کردن، زحمت کشیدن، بزرگ شده، حالا وقتی است که از میوه های این درخت استفاده کنن، حالا اینا که از کار افتادن، شام که ماشاءالله مرد و جوان و سرحال و نیرومند، وقت این شده که دینت را ادا کنیم. دین اخلاقی بازم میگم، دینها فلا تقل لهما اف. بعضی خب دیگه من و شما هم اگر عمر بکنیم ها، یه خورده سنمون بالا بره، که و منکم من یرد الى ارذل العمر، یا عمر مفسرین بعضی ها نوشتن 70 سالگیه، یعنی پسترین ادوار عمر آدم 70ه. حالا بعضی ها اینا نیرو دارن، نه 70 سالگی هم که هستن حواسشون جمع و صحیح و سالم و تندرستن، بالاخره دیگه 80 و 90 حافظه و ذاکره و همه اینا دیگه به هم میخوره، که شب عرض کردم اشکال میگیره، ایراد میکنه، به قول معروف نقنق میزنه، اینه باید آدم تحمل کنه. گفت که در مسجدیه، یه مسجدیست که درش عوض کردن، این در اولی حالا دیگه به درد نمیخوره، این در رو نمیشه سوزوندش، نمیشه فروختش، نمیشه تو آشغالا انداختش. چرا؟ چون در مسجده. اینا هم به قول معروف پدر و مادرن، مثل در مسجدن، نمیشه آدم اینا رو از خونه بیرون کنه، نمیشه اینا رو تو خیابون و بیابون بریزه، نمیشه خودش بره یه شهری دیگه و بگه من به اینا کار ندارم، اینا بمونن بمیرن به من چه. باید
خدا که میفرماید و قضا ربک حکم فرمود، خدا شرعن عقلن عرفن وجدانن از روی تمام مقاییس باید این اولاد اداء دین کنن و این دوتا موجوده، حالا یا یکیشون یا دوتاشون، اینا رو نگهداری کنن و تحمل کنن. فلا تقل لهما اف الف و ف. آقا حضرت باقر سلام الله علیه در تفسیر این آیه میفرماید اگر خدا از کلمه اف یک کلمه کوتاه تری بود خدا اون کلمه رو میگفت، که حتی اف که علامت به قول معروف حوصله سر رفتن آدم و ناراحتی آدم، وای از دست تو، یعنی حوصله از دست تو سر رفت، به زبان عربی میگن اف. حتی اف به اینها نگو، چه رسد به کلمات دیگر. ولا تنهرهما، تنهر یعنی تشر زدن، یعنی با تندی و زمختی رفتار کردن. بابا چند مرتبه میگی؟ خب نره گفتی یه مرتبه فهمیدم این تشره. چش دو مرتبه هم گفت، سه مرتبه هم گفت، ده مرتبه هم گفت چش. ولا تنهرهما و قل لهما قولا کریما، با اینها مؤدب صحبت کن، مثل که تو یه نوکری و این آقاته، مثل که تو یه سربازی و این سرلشکره که هر چی بهت میگه میگه بله قربان اطاعت، هی رکوع و سجود میری. و قل لهما قولا کریما، با احترام با اینها حرف بزن. اون کلماتی که دلالت میکند که تو داری اینا را تحقیر میکنی، از اینا خسته شدی، از اینها سیر شدی، اینا از تو شنیده نشود. واخفض لهما جناح الذل من الرحمه، در مقابل این دو موجود که پدر و مادر هستن که هیچ کارشون نمیشه کرد، عرض کردم که تشبیه به در مسجد میکنن، خودت را یه موجود ذلیل قرار بده برای خاطر خدا. اگرم دعوات کردن چی نگو، اگرم این پدر کفش بلند که زد تو سرت، سینت جلو نیار بگو چرا میزنیم، اون کفش تو سر را بخور و تحمل بکن، تازه حق را هم به او بده، هرچند که حق نداشته، هرچند که بی جا این کار کرده، ولی پدره. خب حالا بعضی افراد اینا گاگای هم به ما میرسن، یه چیزایی میپرسن، مبتلا میشن به یه پدر و مادری که اینا دین و ایمانشون حسابی نیست، با اینا چه کار باید کرد؟ آقا حضرت سجاد سلام الله علیه میفرماید و بر الوالدین سواء کانا برین او فاجرین، اگر پدر و مادر آدمای خوبی هن که احسان به اینها، بر به اینها، خدمت به اینها، احترام از اینها که خیلی واضح، و اگر یکی یا دوتاشون، هر دوشون یعنی العیاذ بالله آدمای بدی هستن، آقا این اجر بدی یا جزای بدی یا اینا با خداست، حالا خدا روز قیامت هر کاری بخواد، هر طوری بخواد با اینا رفتار بکنه، اینها را بیامرزه، جهنم ببره، هر چی هست اون کار خداست. شما که فرزندشون هستید، شما باید به اینها احسان کنید و فکر نکنید که این بابای من نماز نمیخونه، نخونه، این آخرتی داره و حسابی داره و گفت که جزایی داره و خدا اونجا به حساب بنده هاش میرسه. شما که فرزندش هستیم، شما روی این جهت که این بابا نماز نمیخونه شما کار نداشته باش، خدا به حسابش میرسه. شما احسانت را تغییر نده، احسانی که داری، احترامی که داری، این احترامت را ادامه بده. یه مطلبی الان به ذهنم اومد، خیلی روایت خیلی شیرینی است واقعا، نمیدونم یحیی ابن زکریا، زکریا ابن یحیی، یه همچه اسمی، این یه مرد مسیحی بود،
نصرانی بود، در زمان حضرت صادق سلام الله علیه این آمد، مثل که اهل کوفه بود، آمده بود خدمت آقا حضرت صادق. حالا کجا؟ شاید مدینه. خدمت آقا رسیده بود، گفت آقا میخوام مسلمون بشم. حضرت صادق سلام الله علیه از این آدم پرسیدن تو چی دیدی از اسلام که میخوای مسلمان بشی؟ گفت یه آیه قرآن را من شنیدم، و کذالک ارسلنا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان. خلاصه اونی که اون مرد به نظرش اومده این است که این آقا حضرت رسول اکرم که استاد ندیدن، معلم ندیدن، تلو کسی درس نخوندن، گفت نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. این آقایی که استاد ندیدن، این آقایی که مدرسه ای نرفتن، این آقا عقل کل هستن. از کجا این علوم و این مطالب را این آقا دارا شدن؟ من سبب اسلام آوردنم این آیه شد. خب پس معلوم میشه عشق و طمع و این حرفا تو کار نیست. اسلامش پذیرفتن. گفت که آقا من حالا میخوام برگردم سر شهر و خونه و زندگی خودم، با اهل خانم زندگی بکنم، با اونها باشم، چیکار بکنم با اینا؟ حضرت فرمودن یشربون الخمر، این اهل خونه ای تو، اونا که هستی، پدر مادر برادر خواهر اینا، اینا مشروب خورن؟ گفت نه آقا، مشروب نیست خونه ما. فرمودن یاکلون لحم الخنزیر، گوشت خوک میخورن؟ گفت نه آقا، گوشت خوک هم نیست در دستگاه ما. فرمود با اینها خوش رفتاری کن. یه مادر دارم. فرمود خیلی به مادرت احسان کن، مادر نصرانی ها، مادری که هنوز مسلمان نشده. این وقتی که برگشت به شهر و خانه خودش، نسبت به مادرش یه طور عجیبی بنا کرد، به اصطلاح خدمت کردن، محبت کردن. مادری گفت پسرم تو چی عوض شدی؟ قبلا اینجوری نبودی، اینقدر محبت و اینقدر مثلا رعفت و اینها نداشتی. گفت مادر، این دینی که من اختیار کردم، این دین به من اینطور امر فرموده، حضرت صادق به من اینجور امر فرمودن. این زن گفت که انهو نبیون، این آقا حضرت صادق پیغمبره؟ گفت نه، انهو وصی و نبیین، وصی پیغمبره. مادرش گفت نه، انهو نبیون، این پیغمبره که اینجور دستورات داده. چون بر به والدین و سفارش والدین، این از اخلاق انبیاست. گفت نه مادر، همین که بهت میگم، ایشون وصی و جانشین پیغمبره. گفت خب حالا که اینطوره پسرم، بس این دین را به من یاد بده. چیه؟ منم میخوام مثل تو بشم، منم میخوام دین تو را اختیار کنم. گفت مادر، حالا فعلا اون درس اولش موضوع شهادتینه، که تو ایمان پیدا کنی، به زبان فقط فایده نداره، ایمان پیدا کنی که خدا یکیه، عیسی و غیر عیسی و اینا خدا نیستن، که بگویی از روی ایمان و عقیده لا اله الا الله یا اشهد ان لا اله الا الله، و همچنین از روی عقیده بگویی اشهد ان محمد رسول الله. بر زبان جاری کرد شهادت این را. زهد شد، گفت حالا من چه کار باید بکنم؟ چیه وظیفه من؟ گفت مادر ببین، من چه کار میکنم، تو هم همین کار را بکن. آب آورد و جلو مادر وضو گرفت، جلو فرزند، هرچون آب ریخ رو صورتش، اونم ریخ آب رو دست راست و دست چپ، مسح سر، مسح پا، هر کاری پسر کرد مادر هم انجام. بعد گفت نه من وای میسم نماز، هرچی میخونم تو هم بخون با من. الله اکبر، اونم گفت الله اکبر، حمد و سوره و رکوع و سجود و همه اینا، نماز ظهر و عصر و شبم که مغرب و عشا، نصف شب حال زن به هم، حالا چه مرضی عرضی هرچی بود، صبح آفتاب در آمده در نای آمده فوج.
یه اسلامی که 24 ساعت هم طول نکشید. خب البته مراسم اسلام را بر او جاری کردن، یعنی غسل و حنوط و کفن و نماز خوندن بر جنازه و دفن کردن او در مقابر اسلام. یه مادر مسیحی، یه مادر نصرانی، این وقتی که میبینه پسرش مسلمان شده و اسلام امرش کرده، یعنی تحت عنوان این که این آدم پابند قانون خداست، داره این طوری رفتار میکنه با مادرش، این سبب میشه که این مادر عاشق اسلام میشه. از دیدگاه اخلاق عرایزم را در این موضوع به اصطلاح خاتمه بدم. اونایی که در این مجلس پدر و مادر یا یکی از این دوتا در قید حیات هستن و زنده هستن، این جمله را به عنوان یادگاری از این بنده گناهکار قبول کنن. آقا کلید سعادت یعنی خوشبختی و کلید شقاوت بدبختی. سعادت دنیا و آخرت و شقاوت دنیا و آخرت، هم دنیای آباد و آخرت آباد، هم دنیای خراب و آخرت خراب. این حول و حوش والدینه، بر والدین و احسان به والدین، چه کسی قبول بکنه یا قبول نکنه اثر خودش را داره. این انسان در این دنیا خوشبخت خواهد بود و در آخرت هم سر همین بر والدینش مشمول رحمت الهی خواهد بود. و اگر این حرفا رو کنار گذاشت، هم دنیاش وضعش خرابه، تلخی و ناراحتی ها و به قول بعضی ها نکبت های دست و پاش میگیره، آخرتش هم این آدم عاق والدین حساب میشه، اونهایی که برای پدر و مادر احترام و ارزش قائل نیستن. اگر در خانه کس است یک حرف بس است. این یکی از حقوق اخلاقی است از راجع به اولاد نسبت به والدین. یکی از مطالب از حقوق دیگر که اینها جنبه اخلاقی و شرعی هر دو با هم داره، که غالبا واقعا عرض میکنم، حالا من دارم با شما آقایون صحبت میکنم، اگر خواهرها هم گوش میکنن اونا هم، هر کسی فکرش یه جا میره. حالا این دوتا موجود که اسمشون زن و شوهره، اینا دو طرف زندگی را باید رعایت کنن تا این زندگی ادامه پیدا بکنه، زندگی آرام. اگر هر دو ملتزم اخلاقیات و مخصوصا، حالا چه ما بگیم اخلاقیات، احکام شرعی، اون حلال و حرام قرآن و پیغمبر و امام ها که اونها مشخص فرمودن این واجب این حرامه، اینا را اگر رعایت بکنن، این زندگیشون یک زندگی شیرین و گوارا، آرام و مطمئن ولو 60 سال با هم زندگی کنن. اما اگر بنا شد یکی از این دو طرف، زن یا شوهر یا هر دو با هم، اینا اون حدود خودشون را رعایت نکنن، مرد حکم خدا را پشت سر بیاندازه، شما برید از هر عالم و مرجع تقلیدی که مقلد او هستید، به فقاهت و علمیت او عقیده دارید، برید بپرسید آقا مرد حق داره بی خود زنش کتک بزنه؟ حالا شما مرد شدی تو اون زن شده، احساس میکنید شما یه قدرتی و شخصیتی دارید، خونه خونه شماست و پول پول شماست، اینم عیال شماست، چرا غذا بی نمکه؟ چرا لباسم رو اتو نکردی؟ چرا زود نیامدی؟ چرا دیر اومدی؟ چرا؟ چرا از این قبیل حرفا؟ اون وقت به قول مثل عربی، ابوی ما یک در الا علی اموی، شجاعت شما سر این بیچاره است،
اینجا شجاعت و مردانگیت رو میخوای به کار ببری. اصلا اسلام اجازه داده مرد زن رو بزنه؟ یک جا فقط، اونم راجع به بیرون رفتن از خانه بدون اذن شوهر. ولاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فی المواجع واضربوهن. اونم سه تا به اصطلاح سه درجه داره. اگه درجه اول نشد دویم، دویم نشد سیم. اول اینه که اون زنهایی که اطاعتتون رو نمی کنن در بیرون رفتن از خانه، میگی نرو بیرون، میگه میرم. یا اینکه شما رو از خونه رفتی بیرون، اونم رفته بیرون، شما رو مخالفت کرده در بیرون رفتن از خانه. اول همه فعظوهن، اینا رو موعظش بکن، بگو ای خانم این میلیاردها ملائکه آسمان و زمین، چی میلیارد؟ خدا میدونه چند، خدا میدونه چه خلق کرده. حضرت صادق سلام الله علیه فرمودند والله ان الملائکه اکثر من تراب الارض، عدد ملائکه از عدد خاک زمین بیشتره. شما یه مش خاک بردار ببین چند صد میلیون دونه خاکه. بله، یه مش خاک. وقتی یه تپه خاک چقدره؟ از اینجا تا تهران چقدر خاکه؟ به خدا عدد ملائکه از عدد خاکهای زمین بیشتره. ملائکه آسمان و ملائکه زمین، ملائکه رحمت، ملائکه عذاب. این زنی که از خانه بیرون میاد، این ملائکه همه لعنتش میکنن. زن بی اجازه شوهر، ساعت، یه ساعت، سه ساعت تا برگرده به خانه، این مشمول لعنت ملائکه است. فعظوهن. حالا اگر موعظه فایده نکرد، گفت ملائکه هر چی میخوان بگن بگن، از لعنت ملائکه خیلی وحشت نداره خانم. خدا میفرماید، اونم روی روانشناسی، روی اصول روانشناسی میفرماید فهجروهن فی المواجع. شب که رفتید با هم بخوابید، شما پشت بکن بهش، این خیلی بر میخوره بهش، یه جور قهر کردنه که چرا تو از خانه بیرون میری، من اوقاتم از تو تلخه. اگر دیدی اینم فایده نکرد، اونم پشتش کرد به تو، اصلا گفت منم قصاص میرم، اعتنا نکرد، بازم از خانه رفت بیرون، اینجا فضربوهن. اونم اون ضربی که زخم آور نباشه، خونیش نکنه، دست و پا و سر نشکنه، نه با تیشه و چکش و سنگ و آجر. حقیقت اونم محدود کردن. نه، من ببینید تفاسیر را، ببینید روایات را، اون زدن هم زدن محدودیه. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. اگر اون کتک اثر کرد، گفت نه 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 دیگه خلاص، همون دستت که بلند کردی زدی یا نزدی، گفت دیگه نمیرم، دیگه نزن. حالا که گفت توبه، دیگه خلاص، نگو دیگه عصبانی شدم و از جا در رفتم و نمیدونم چی چی و فلان، گفت دیگه نمیرم از خانه بیرون، تمام شد، شما دست بکش. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا علی ان سبیلا. ای اجاز الطلاق مرتان فامساکن بمعروف، کلمه طلاق رو کار ندارم، امساکن بمعروف، با رفاقت با هم زندگی کنید، با تفاهم با هم زندگی کنید. زنها هم حسابشون این طوریه، زنها هم ایضا اطاعت از شوهر در غیر معصیت، ها، در غیر معصیت اطاعت از شوهر واجبه، قصه بیرون رفتن از خانه. حالا اگر یه شوهر با غیرتی پیدا شد که خیلی غیرتش زده بالا، بزنش میگه روت از خونه که بیرون میای رو نگیر، روت برهنه باشه، صورتت واز باشه، اینطوری که میشنوی. در کویت یه همسایه داشتیم، ما لبنانی بود، زن و شوهر بودم، گاهی این زن میدیم با عوامده بیرون، گاهی هم سر برهنه. وقتی بعضی زنها پرسیده بودن که تو چرا هر روز یه جور در میایی،
گفت من دلم میخواد با حجاب باشم، اما این شوهرم از بس که با غیرته میگه من دلم نمیخواد تو عبا بپوشی، بی عبا برو بیرون، بی غیرت. غیرت انقدر غیرت نداره که راضی میشه 10 تا 100 تا 1000 تا 5000 مرد نامحرم نگاه شهوت به سر تا پای زنش بکنن و هیچ برای او مانعی نداره و برای او اشکالی نداره. اگر اینجوری امر کرد نه، اطاعتش واجب نیست. ولی وقتی که یه چیزهای قضایی های حول حوش زندگی میخواد برای اینکه این زندگی تلخ نشه، برای اینکه این بچه ها 2 تا 3 تا 4 تا 10 تا اینا قربانی این مخالفت ها نشن، خود تحمل کن. شما مرد هم باید خود تحمل کنی. در بعضی جاها زن و مرد به قول معروف باید کور و کر بشن. اگر مردی زنش داره قرقر میکنه مثل که اصلا نشنیده، کره. زن اگر دید شوهره داره قال قل را میاندازه خودش کر نشون بده، نه اینکه اون یک کلمه حرف زد 10 تا جوابش بده. اینجور من یکی تو یکی تو یکی من یکی، این حرف هاست که سر از دادگاه ها در میاره، سر از نمیدونم طلاق و طلاق کشی ها. چقدر این طلاق که یک امر مباحیست، حرام نیست، اما اینقدر مبغوض است به درگاه خدا. چرا؟ چون یه زندگی یه مرتبه سرنگون میشه و 2 نفر که با هم چند ماهی چند سالی با هم زندگی کردن و مخصوصا اگرم بچه دارم شده باشن که عمده این بچه ها معلوم نیست مسیرشون چیه، اونم یه وقت طلاقه، العیاذ بالله استغفر الله، مرد از زنش یک بی‌عفتی میبینه، یک خیانتی میبینه، یک بی‌مبالاتی و بی‌تفاوتی میبینه، اونم حرفم فایده نداره باش، میره تو بازار، خب این که بزاز محرمه، اونم که نمیدونم چی محرمه، روش واز کنه و بگه و بخنده و یه خورده با گفت که ولا تخضعن بالقول ناز و آیا آخ اینجوری فیطمع الذی فی قلبه مرض. وقتی که اینجوری حرف میزنی خواهر، ای خانم، وقتی که اینطوری با مرد نامحرم صحبت میکنی او میفهمه که شخصیت قوی نداری، در تو طمع میکنه. خدا به زنهای پیغمبر به اینها میگه با مردای نامحرم اینطور نرم صحبت نکنید، ولا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض. این فقط و فقط اونایی که خدا اسمشون رو برده در قرآن که حرام است با شما، بر شما زن با اونها ازدواج کنی، اینایی که محرمن، پدر، پسر، برادر، دایی، عمو، خواهرزاده، شوهر، برادرزاده که تو عمه و خالشون هستی، پدر شوهر، پسر شوهر، اینایی که در قرآن خدا ذکر کرده، اینا محرمن که شما صورتت باز کنی و نمیدونم عبات و چادرت کنار بذاری. برادر شوهر هر چه آدم خوبی میخواد باشه، نگو برادر شوهرمه، برادر شوهرت نامحرم آقا، شما نگو برادرمه، خب برادرت باشه. خدا فرموده این برادر شما بر زن شما نامحرمن، حرامن. برادر شما خیلی آدم خوب، اما این برادر شما با اون آدمی که داره تو خیابون را میره هر دو اجنبی و بیگانه نسبت به این خانم. این همین طوری که باید از مردای تو خیابون خودش را بپوشانه، از این مردم که برادر شوهرشه از اونم باید خودش را بپوشانه. نه دیگه، برادر شوهرمون از خودمون، از خودمون، یعنی چه؟ حالا که اینجا این حرفا نیست، اون جاهایی که هست نوکرای جوون تو خونه میارن، حالا آشپز، راننده هست، هرچی هست، این خانم میگه بابا یه من بزرگش کردم. خب بزرگش کردی، الان این مرد نامحرمه، آخر بابا اینم مرده، آخه اینم بشره، بابا اینم غریزه داره، بابا اینم احساسات داره،
اینا رو ما زیر پا میذاریم، اون وقت ببین چه فجائعی رو میده، ببین چه گفت که فضائح و رسوائی های حاصل میشه. مال اینه که ما حرفای خدا رو کنار میذاریم، حرف خودمونه میگیریم. من بزرگش کردم، این حرفا چیه؟ برو بابا، بچه سربزیریه، نجیبیه. اشکال به خدا بکن که خدا میفرماد نامحرم حکمش اینه، نجیبیه. یعنی شما اگه خدا گفته از نانجیب باید رو بگیری، میگه از نامحرم باید رو بگیر، نجیب یا غیر نجیب. این دو مطلب را که امشب عرض کردم که هم جنبه اخلاقی داره و هم جنبه شرعی. یکی موضوع بر والدین، احترام از والدین. دوم قضایای زن و شوهر، اونم طرفین با یک دیگر. همین عبارتی که من از این عبارت بهتر سراغ ندارم، در ترجمه معروف و امساکن به معروف، با رفاقت با هم زندگی کنید. مثل که شما و رفیقتون میخواد سفر برید، شما میخواد باب میل او باشید، او میخواد باب میل شما باشه. هی از هم دیگه میپرسید با چی بریم، با ماشین بریم، با قطار بریم، با تیاره بریم. که یه شب عرض کردم هر کدام از شما دو طرفی دلتون میخواد باب میل او رفتار کنید، اینه بهش میگن رفاقت. حضرت رسول اکرم فرمودن المؤمنو یأکلو به شهوت عیاله و المنافق یأکلو عیالهو به شهوته. آدم مؤمن هرچی که اشتهای زن و بچشه تابع اونهاست. بابا هرچی درست کردید شامانه ها رو ما قبول داریم، ما مسئول باشیم. منافق میگه نه، اونی که من میخوام درست کن. نار آبگوشته، هر کی هم آبگوشته میخواد به جهنم بره، گمشه سنگ بخوره. این منافقه که میگه همه باید تابع من باشن. مؤمن میگه من پدر تابع شما. شما زن و بچه چی میل دارید؟ همونی که میل دارید منم از شما متابعت میکنم، اونی که اشتهای شماست. المؤمنو یأکلو به شهوت عیاله و المنافق یأکلو عیالهو به شهوته. عیال زن و بچه هستن، اونهایی که مرد بر اونها انفاق میکنه. ببینید تا چه اندازه دین اسلام این اخلاقیات را رعایت کرده. میفرماید از سفر که میایی یه چیزی به عنوان سوغاتی بیار، ولو یه دونه سنگ باشه، یه دونه ریگ باشه. مثلا ها یه میوه چیزی که تو خونه میاری اول به دخترها بده بعد به پسرها، که اینها به قول امروزی ها عقده‌ای نشن. در تفسیر آیه یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء الذکور، خدا به هر که بخواد دختر میده، به هر که بخواد پسر میده. اینجا چرا خدا دخترها را مقدم داشته؟ اول دخترها بعد پسرها، برای اینکه دخترها احساس به حقارت نکنن و نگن ببین حتی خدا هم اول پسرها را گفته بعد ما دخترها را گفته. نه، اول دخترها را گفته. یهب لمن یشاء اناثا، خدا به هر که میخواد اول به هر که میخواد دختر میبخشه هبه، و به هر که میخواد پسر میبخشه. میفرماید اگر اومدی توی خونه میوه آوردی میخوای به زن و بچه قسمت کنی، اول از دخترها شروع کن بعد به پسرها بده، که اینها مبادا دلشون بشکنه، نگن که بابامون برادرامون و پسرها رو بهتر از ما، بیشتر از ما دوست میداره، ما را آدم حساب نمی کنه. نه، خداوند عالم از اون داستان حضرت خضر که اون پسر را فانطلقا حتی اذا لقیا غلاما فقتله، موسی و خضر در اون داستان مفصل. حالا بالاخره بعد بهش گفت و اما الغلام فکان ابواه مؤمنین فخشینا ان یرهقهما طغیانا و کفرا. این پسری که من کشتمش، این یه پدر مادر مؤمنی داره،
احتمال میرفت در آینده این پسر که بزرگ بشه اختیاردار پدر و مادرش بشه، حتی عقیده ایمان رو از اینا بگیره. خشینا ان یرهقهما طغیانا و کفرا، اینا رو کافرشون کنه. ای بابا چرا اینقدر نماز میخونی؟ عقیده به خدا کی؟ خدا را دیده؟ این پیغمبرای حرفا چیه؟ از این العیاذ بالله شبهه ها ایجاد بکنه، پدر مادرش از دین خارج بکنه. فاراد رب که گوش کنید، فاراد رب که ان یبدلهما خیرا منه زکاتا و اقرب رحما، خدا خواست از این پسر یه چیزی که نمو و برکتش بیشتر و مهربانی و رحمتش و رحمش بیشتره بینا بده. از این پسر بهتر چی بود؟ بعد از مدتی خدا به پدر مادر اون بچه که کشته شد یه دونه دختر داد. این یه دونه دختری که خدا به این هادات گوش میکنید، مادر 70 پیغمبر شد. پسراش و نوه‌هاش و نتیجه‌هاش 70 تا پیغمبر، اینا بچه‌ها و نوه‌ها و نتیجه‌های این یه دختر بودن. چه برکتی از این بیشتر، چه خیر و رحمتی از این بیشتر. دختر اما مادر 70 پیغمبر. اینها عنایات پروردگار است. خیلی معذرت میخوام که مطلب به طول انجامید دیگه. فَإِنْ تَكُنِ النِّسَا بِمِثْلِ هَادِي لَفُضِّلَتِ النِّسَا عَلَى الرِّجَالِ، اگر بنا باشه زنها همه اینجوری باشن، اینقدر پرخیر و برکت باشن، مورد لطف و عنایت خاص الهی واقع بشن، که البته زنها فضیلتشون بر مردها بیشتر است. اگر خدا به پیغمبر ما عوض فاطمه زهرای پسر داده بود، شما را به خدا بیشتر از فاطمه زهرا اسلام پیغمبر را نگهداری میکرد. همیه بیبی جوان که نمیدونم 75 روز یا 40 روز 95 روز بعد از پدرش عمر کرد، اونم در یک فضا، یک جو حجاب و عفت و پاکدامنی، و اونم دختر تربیت شده پیغمبر. چقدر این بیبی به اسلام خدمت کرد، به این خطبه هایی که خواند، به همین چند روزه ای که بعد از وفات پدر بزرگوارش بود، در ایام پدر بزرگوارش حضرت زهرا سلام الله علیها، اونم یه بیبی که دو تا پسر به عالم دنیا و عالم آخرت تحویل داده است، امام حسن و امام حسین. آقا مولا حضرت مجتبی، امشب ما جمعیت در خانه شما که همه تون کریم هستید، همه تون دارای صفت جود و سخاوت و کرم هستید، ولی شما مولا شهرت بیشتری دارید، به شما کریم و اهل البیت میگن. یه مرتبه 50,000 درهم به فقیر دادن، یه مرتبه فرمودن هر چی توی اون صندوقونه که پولامونه میذاریم اسمش خزینه خزانه است، اعطوه ما فی الخزانه، هر چی داریم بدید بهش. 12,000 درهم بود. کار به جایی رسیده بود که اون مرد آمد گفت آقا فقیرم. فرمود دیگه ما چیزی نداریم تو خونه به تو بدم، اما من به تو یه چیزی یاد میدم، امیدوارم برای تو خیر و برکت داشته باشه. والی مدینه دخترش مرده، حالا بردنش بقیه دفنش کنن، تو برو. وقتی که مردم اومدن و اون جنازه رو دفن کردن، به امیر مدینه که پدر اون دختره مردم سرسلامتی دادن، تو صبر کن وقتی که سرسلامتی ها تموم شد، وقت تو نزدیک برو اینجوری سرسلامتی و به اصطلاح تسلیت بهش بگو، بگو الحمدلله الذی اجلسک علی قبرها عزیزا
ولم یجلسها علی قبرک ذلیلتن، یعنی خدا را شکر میکنم که تو با عزت سر قبر دخترت اومدی و اگر دخترت بعد از تو میمرد که کسی اعتنابش نمیکرد، این احترام ها برای خاطر توست، بنابود دخترت با ذلت بیاد سر قبر تو بشینه اگر بعد از تو مرده بود. این حرف را که به امیر گفت، امیر دید چه حرف خوبیه، واقعا مصیبتش را آرام کرد. گفت که این کی به تو یاد داد؟ تو مال این حرف نیستی، خیلی مطلب خوبیه. گفت رفتم از امام حسن یه چیزی بگیرم، آقا فرمود من ندارم چیزی الان به تو کمک کنم، و این کلمه را امام حسن به من یاد دادن که بیام به تو سرسلامتی بدم. گفت آقا تو را فرستادن، او را برد منزل و چقدر پول و لباس و خلاصه احسان کرم زیادی کرد به او. یک استری آورده بودن، به اصطلاح بغله آورده بودن برای حضرت امام حسن. آقا سوار بودن یه مجلسی رفتن، مروان حکم حرامزاده دید خیلی استر قیمتیه، گفت که من اینو حالا از دست آقا در میارم. به چند تا از اون شیطونای مثل خودش گفت من حالا میرم در این مجلسی که آقا حسن، تعریف از این و از اون میکنم، اسم امام حسن نمیارم، یکی از شماها به من بگه چرا اسم امام حسن نمیاری، وقت من میدونم چی بگم. اونم رفت و ایستاد و بنا که از سخنرانی کردن از اعیان و اشراف و نمیدونم بزرگان عرب، یه نفر گفت که مروان چرا اسمی از آقا امام حسن نمیاری؟ گفت که هر وقت ما از انبیا صحبت کردیم اسم امام حسن هم میاریم، امام حسن را باید در عداد انبیا و پیغمبرها ذکر کرد. این چاپلوسی و تملق. بعد که مجلس حالا هرچی بود، آقا امام حسن از اونجا بیرون اومدن، مروان هم مثل سگایی که عقب یه نفر میافتن عقب سر آقا افتاد. حضرت فرمودن ما حاجتو که یا مروان، چه کار داری، چی میخوای؟ عرض کرد ابن رسول الله حاجتی البغله، این استر رو میخوام. فرمود بگیر، استر رو دادن به او، نوشتن روی همین استر، رفت اون زن را سوار کرد و آمدن جنازه امام حسن را تیر بارون کرد. بابا آخه آدم هر چه با هر کی دشمنی داشته باشه، دیگه وقتی که از دنیا رفت دیگه کارش ندارن. اینا چه دشمنایی بودن، حتی از جنازه آقا امام حسن هم دست بر نداشتن. چند سال است که قبر آقا امام حسن با اون وضع، با اون غربت و با اون اهانت است. مقام امام حسن، عظمت امام حسن که نزد خدا پایین نمیاد به خراب کردن قبر مطهرش. اما وای به حال اونها چی جواب میدن روز قیامت، جواب پیغمبر و ائمه اطهار، جواب خدا رو چی میدن که قبر چهار حجت خدا که قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا رو این طوری کردن به اون کیفیت. اونایی که رفتن و دیدن و میدونن چه عرض میکنن. من گاهی این در میان مصیبت های حضرت امام حسن این معنا وقتی که به ذهنم میاد بینم بیست که خیلی قصه دلخراش بوده. آقایونی که 10 سال، 20 سال، 30 سال، 40 سال در مجالس امام حسین شرکت کردید، مصیبت های روز عاشورا رو شنیدید، تا حالا تو هیچ کتابی دیدید، از هیچ منبری شنیدید که روز عاشورا آقا امام حسین کنار بدن پسرشون، کنار بدن برادرشون، حتی آقا قمر بنی هاشم، امام حسین عمامه بر زمین زده باشن. اما وقت دفن امام حسن، امام حسین دست بردن و عمامه رو بر زمین زدن و خود را انداختن روی قبر برادرشون. آخر آقا خودشون رفتن پایین در میان قبر، خودشون صورت برادر را روی خاک گذاشتن. فرمودن برادر دیگه من بعد از تو روز خوشی دارم یا مجالس خوشی دارم؟ بعد از آن که خودم صورتت را روی خاک گذاشتم، بکایی طویلان
والدموع غزيرة وأنت بعيد والمزار قريب إن أبيات را خوندن آقا امام برسمین زدن خودشون را رو قبر انداختن اما دیگه نفرمودن کسرا ظهری ولی کنار نهر علقمه فرمود اخی الآن انكسر ظهري وقلت حيلتي يا خويا انكسر ظهري ولا اقدر اقوم وصرت مركز يا خويا لكل الهموم يا خويا استحضاني عقبك القام ولا واحد علي بعد ينغر كسرت ظهري وقلت حيلتي وبما لاقيت سرت ذو الأحقاد والإحني يا الله اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام صل على محمد وآل محمد وارزقنا حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام واغفر لنا تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا علام اللهم اغفر ذنوبنا يا الله وفرج همومنا واكشف غمومنا اللهم فك كل أسير اللهم فرج عن كل مكروب اللهم رد كل غريب إلى وطنه اللهم اشف كل مريض سيما المنظورين منهم اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان